وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه. به طور خاص امروز که روز شکرگزاری هست، خدا رو شکر میکنم برای وجود تک تک شما عزیزان. امروز که روز قوت و خدایی هستش که به ما این امید رو داده، بر شما عزیزان خجسته باد. در چه بیاندیشیم که در آن هیچ پریشانی نیست، که به وقت وصالش پشیمانی نیست. در چه بیاندیشیم که خوشی من و ما در آن یکسان است، نه به امروز نه به فردا، امیدش بی پایان است. در چه بیاندیشیم که در آن عشق خدای من و توست، نه به ظاهر نه به ریا، چون که روحش در من و توست. در چه بیاندیشیم که در آن کینه و نفرت ندارد خانه، صلح است و سلامتی در آن جاودانه. و پتروس رسول نیز این رو لمس کرده بود زمانی که از روح خدا پر میشد و اجازه میداد که اندیشه خداوند در او قرار بگیره. از این رو بود که پیوسته شکرگزار بود، مانند رسولان، مانند زنان و مردانی که اینک خودشون رو به خدای زنده سپردن و با اندیشه خدا میتوانه حتی نسبت به مشکلات و سختی ها ما شکرگزار باشیم. از این رو هستش که پتروس رسول در نامه اول پتروس 5:7 اعلام میکنه و تمام اندیشه های خود را به وی واگذارید، یعنی به عیسی مسیح به توسط روح القدس، زیرا که او برای شما فکر خواهد کرد. از این رو هستش که هموطنان عزیز تشویقتون میکنم، مشروط بر این که احساس میکنید موضوعاتی هست توی زندگیتون که باعث خستگی، نگرانی و ناامیدی هست و نمیتوانید برای اونها شکرگزار باشید، از چشمان خدا این مشکلات و مسائل رو ببینید. چرا که وقتی که از اندیشه خدا، از چشمان خدا مینگریم، مسلماً از حکمت و خردی بالاتر از تجربه و دانش ما هستش. همونگونه که ما میدانیم مسیح نیز حکمت خدا هست مطابق کلام خداوند. از این رو یعقوب در نامه خودش، یعقوب 3:13-18 این گونه اعلام میکنه: کیست در میان شما که حکیم و عالم باشد؟ پس اعمال خود را از سیرت نیکو به تواضع حکمت ظاهر بسازد. لیکن اگر در دل خود حسد تلخ و تعصب دارید، فخر مکنید و به ضد حق دروغ مگویید. این حکمت از بالا نازل نمی شود، بلکه دنیوی و نفسانی و شیطانی است. زیرا هر جایی که حسد و تعصب است، در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود می باشد. لیکن آن حکمت که از بالاست، اول طاهر است و بعد صلح آمیز و ملایم و نصیحت پذیر و پر از رحمت و میوه های نیکو و بی تردد و بی ریا و میوه عدالت در سلامتی کاشته می شود برای آنانی که سلامتی را به عمل می آورند. برای آنانی که تصمیم گرفتن امروز تمام مشکلات و سختی ها را در حضور خداوند ببرند، زیر صلیب مسیح قرار بدن و از تفکر و اندیشه خدا به مشکلات و مسائل نگاه کنند، که مسلما می تونیم به راحتی در نام عیسی مسیح شکرگزار تمام آن چرا که اجازه داده خدا در زندگی ما باشه نیز ما باشیم. فیض خداوند با شما عزیزان باشه.